در فاصله یک روز جوری گرم شده اینجا که من دارم میترکم و لباس ورزشی نخی پوشیدم که یه خورده درود. خیلی خوش اومدید به یه پادکست دیگه از رپتو رسلینگ. کلی اتفاقات افتاده که سعی میکنیم مهمتریناش راجبش صحبت بکنیم و از دابل اور ناتینگ بگیر تا موضوع اصلی، رومن ریز قراره بعد از بازگشتش چه کاری انجام بده. بریم که شروعش کنیم سریع تر. خب همون اول و شروع بریم سراغ دابل اور ناتینگ که من قرار بود هم ریاکشنشو بگیرم هم بررسیشو، چه نشد. حقیقتا نشد، عذر میخوام واقعا. ولی اینجا خیلی سریع راجبش یه صحبت ریزی بکنیم. میدونی من آدم تک کمپانی نبودم و نیستم، اونایی که من میشناسن، و واقعا از ته دلم هر دوتا کمپانی رو دوست دارم، ولی هیچ کمپانی هم نیست که برای من کامل باشه. یعنی دودبی چینشش رو من دوست دارم، بوکینگ شوهاش رو دوست دارم، از اون طرف یه سری سیاستاش رو دوست ندارم، اینکه مسابقاتش، تبلیغاتش. از اون طرف بلکس یه سری از سیاست های AEW خیلی دوست دارم، مسابقاتش رو خیلی دوست دارم، ولی اصلا چینشش رو دوست ندارم، منطقش رو دوست ندارم. و الان هیچ چیزی نیست که واقعا اونقدر برای من کامل باشه و من امیدوارم نمیرم و یه کمپانی بیاد یا اصلا همین دوتا خب کامل شند، ضعف هم دیگر رو بیان کامل کنن. خب یعنی کمپانی باشه که هم استوری قدرتمندی داشته باشه، اصلا جدا از استوری سیاست های بوکینگ درستی داشته باشه. نمیدونم به چیزی توضیح بدم سیاست، منظور از سیاست چیه. از اون طرف مسابقاتش هم کم نذاره، همچین چیزی متاسفانه نداره. اون مارکتینگی که دودوی داره، ترکیبی از این، ترکیبی از مسابقات ژاپن یا ایدوی و جمع بشه بشه یه کمپانی. دابل اور ناتینگ رو من دوست داشتم ولی نه اونقدر. حقیقت مثلا مچ اول واقعا خوب بود، خیلی خفن بود. ویلاسپری و رادود استرانگ به خصوص شروعش بیرون رینگ خیلی خوب چیده شد. طراحی اون حرکات و روندی که اتفاق میفته خیلی خوب بود. ویلاسپری و درگیریش با اعضای دیگری آندیسپیوتد کینگدام، ولی صحبت سر آندیسپیوتد کینگدامه که چه دلیلی داشت که ساخته شد. و میگم ایناست که واقعا میره رو مخ من. اولا آندیسپیوتد کینگدام هیچ شده، هیچی نداره. تو یک فکشنی با یه هدفی میسازی که این فکشن تمام اعضا رو بکشونه بالا، این اتفاق نیفتاد تا الان. رسما یه شکست واقعی بود آندیسپیوتد کینگدام. پلن این بوده که تمام این گروه قهرمان بشن، یه ابهتی داشته باشه، هیچی دلغکن رسما. و رادریک استرانگ هم کربد رو میبازه. از اون طرف بعد از اون یهوی آدام کول میاد و همه اونم میدونستیم وقتی یهوی آدام کول میاد و میخواد صحبت کنه ما MJF داری. و MJF میاد و یه دونه میزنه تو پای آدام کول، میره و صحبت میکنه. MJF یه سری نکته های خفنی داشت، این که رو پاش تتو کرد AEW، یعنی دوده میفهد بیداخ. خب اون کاپچنی که پوش کاپچن اون کاپشنی که پوشید یک رفرنسی بود به کاپشنی که تریپل اچ پوشیده بود 2002-2003، همون بود. اونم صحبت های باحالی کرد و گفتش من میمونم اینجا. ولی داستان اینه که تو میتونی اینو توی یه مومنت خیلی خفن تو MJF رو برگردونی، نه اینکه خب آدام کول حرف بزنه MJF بیاد. اوکی آدام کول مشکل داره، این آدم دیگه ترکیده با این وضع، بعیده که این بتونه برگرده. ولی تو توی یه مومنت خفن وسط یه مسابقه این مثلا MJF رو برگردونی، چه میدونم در خیلی یه حالت فانتزی اینه که آدام کول مصدوم هم هست، شاید به خاطر نم باشه، یه جایی یه مومنت خاصی MJF میومد و گند میزد به برنامه های Undisputed Kingdom.
خیلی بد پیش رفت این داستان دیسپیوتید و مسابقات خیلی طولانی بود. یعنی من میگم خورده میگیرم که مسابقات دبلیو کوتاهه، ولی واقعا میتونم بگم رفت رو مخم که بود چقدر طولانیه. مین ایونتش هم خیلی باحال بود، یه سری نوآوری‌هایی داشت که نه اینکه نوآوری باشه، چیزای جذابی بود. پف شدن موزیک وسط مسابقه واقعا ایده باحالی بود، آتیش زدن افن دوار و اون داربی آلن و این گوشت بریده اینو آویزون کرده، اینا نکته باحالی بود، ولی در کل چیزی نبود که بگم واو حقیقت. و شاید عجیب باشه، خیلی تفاوتی نداشت. King of the Ring خیلی کوالیتی بهتر بوده، ولی جوری که من با هر دو اینا حال کردم شاید این یه خورده بیشتر. ولی میگم دیگه، اون روزی که بیاد و یه کمپانی کامل و هر کدوم از این دوتا هم تیکه ضعفشون رو بگیرن تمام. و آره در همچین داستانیه حرف ایدوبلی شد. بعد شما یه نکته هست که خیلی طولانی میشه که توی این پادکست میخوام راجع بهش صحبت کنم، چون راجع به چیزایی که میخوام صحبت کنیم طولانیه. خب از اون طرف داره کامنت های شما رو جواب بدم، ولی یه چیزو خیلی سریع میگم بعدا حتما بازش میکنیم. یه نکته، اونایی که خیلی عشق دبلیو هن یا عشق ایدبلیو هن و با یه اتفاق بد کمپانی خوشحال میشن، ببینید بچه ها خیلی بخوام خلاصه شده بگم، اینا به هم دیگه نیاز دارن، این کمپانی ها مکمل همن و به هم نیاز دارن، چون باعث جذابیت میشه. دودوی چرا الان بهتر شده نسبت به سالهای گذشته؟ AEW هیچ کی نمیتونه که اعتمادش کنه. 2019 در بدترین سالهای واقعا عمرش بود دودوی به نظر من. یه ویدیو ویژه هم راجع به سال داریم که 2019 چه آشغالی بود. خب دقیقا تو همون سال AEW میاد و یه ضربه بدی میزنه به دبلیو، اونایی که حالا دندیدن یادشون هست، و دبلیو واقعا یه سیلی بدی میخوره. میشه این، یعنی اگر AEW نبود ادغیب ندارم ولی بعید بدونم میشد همین. توی بازیش هم تأثیر گذار بوده، چرا بازی دبلیو اومده چه میدونم نام مهتابی آورده چه میدونم، تو همچین چیزایی توی اون بازی ضعیف AEW بود. درست ضعیف بود ولی باز هم تأثیر داشت. میخوام بگم به شدت مهمه رقابت و کیفیت هر دوتا اینا میره بالا. خب ما داریم سود میکنیم، برد میکنیم، خب پس هیچ وقت به فکر این نباشه او AEW نابود شو نمیدونم این نابود، نه به همدیگه نیاز دارم و من منتظر روزیم که ریتینگ اینا به هم دیگه نزدیک بشه و اینا هر کاری میکنند. ما نمونه شو دیدیم توی NXT و داینامایت که چی کار کردن. خب هر کاری میکنن که همه شکست بدن و اونجاست که میشه اوج رسلینگ. به اونجاش فکر کنید چقدر خفن میشه. اینجوری بهش فکر کنید، اگر با این طرز فکر برید جلو میگید واقعا درسته و منتظرم اینا ریتینگاشون بخوره به هم و بزنن همه جلو بدن که اون تایمه که بی نظیر میشه. خب خیلی خلاصه طور یه همچین چیزیه. و آره میریم سراغ رومن رینز که حقیقتا جزء سوال شما بود، چون من توی تلگرام گفتم که هر سالی داشتید به حرفی بوده بگید و من توی این پادکست راجبشون صحبت میکنم و حقیقتا اینجوری شدم که اوکی این بشه موضوع اصلی این پادکست. رومن رینز بیاد میخواد چیکار بکنه؟ بذارین در ایدئال ترین حالت ممکنی که تو ذهن من هست میگم. ایدئال ترین حالتش چیه؟ طبق درکی که من دارم شاید خیلی خفن ترم بشه بازگشتش، ولی رومن رینز نباید برگرده. و شاید بگم واه چی میگه؟ به نظر من از لحاظ داستان سرایی رومن رینز نباید برگرده. یه ویدیو نبنده بدم، ویدیو کریر رومن رینز رو من دارم میسازم و انقدر سنگینه من چند هفته پاشم نباید میگفتم. حالا وقتی شما به روند داستانی کل این کریر این شخص نگاه میکنید میگید چقدر باشکوهه که حالا این مسیر رو طی کرده و یک جای به خاطر یه ترامایی که داشته، به خاطر خیانتی کسی که برادر خودش میدونسته اون شخصو سترونیز، امپراتوریش نابود شد و تمام.
و این میشه یک داستان تراژدیک. اگر بیاد از تاثیرگذاری داستان کم میکنه. این ایدئال ترین حالتی بود که من نگاه کردم به داستان، ولی خب برمیگرده طبیعتا. البته اینم بهتون بگم، تو در همون ایدئال ترین حالتی که من بهش فکر میکنم، نه که اصلا نه، ولی حالا نباید بیاد، 5 سالی بیاد مثلا، یه حضور کوچیکی، ولی این میاد و خب طبیعتا چیزیه که خیلی قابل بحثه، اسکرین و چه اتفاقی میفته. همون داستان بلادلاینه، حالا بلادلاینی که سولوسیکوا ساخته، یه بلادلاین ضعیف. سولوسیکوا الان سایه ای از سمت رومن، چه میدونم تاماتونگا سایه ای از سولوسیکوا، همه اینا نسخه های ضعیف و دست دومی اون بلادلاین اصلی هست. خب و اینا رو جمع کردن که آره رومن بیاد با جی و جیمی و اتوالن تیم بشه و اینا مقابل هم قرار بگیرن. حقیقت نظر منه، شاید اشتباه باشه، برای من جذابیتی نداره اینکه اوکی اینا یه جنگ داخلی داشتن، حالا تو دوباره بیای از این فرمول استفاده بکنی، حالا یه گروه دیگر رو بیاری با رهبری سول. ولی چیزی که من فکر میکنم، این گروه قرار نیست یه گروه پایداری باشه، این گروه صرفا ساخته میشه و قدرتمند میشه برای اینکه رومن بیاد بزنه دهنشون رو سرویس کنه به عنوان یه کاراکتر فیس. حالا بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته نمیدونم، هر چیزی ممکنه. به حال رومن کشیگیر سوده‌ایه و اینا انقدر سینماتیک نمیدونم درست یا نه، فکر نمی کنن که اوکی ما دیگه نباید از این شخص استفاده کنیم، سیرگزاریش هم میشه. نه استفاده خواهد شد، شاید دوباره ساری شهرمن مسابقه بده، شاید دوباره قهرمان بشه، ولی خب طبق چیزی که مشخصه لالاینی داره ساخته میشه که از اون طرف رومن بیاد. حالا راکی هم ما میبینیم این وسط اینا، ببینیم چه اتفاق میفته، سینی مشخص نیست و اینا برنده میشن دیگه، همچین پلنیه و پلن تکراریه. آره حرف بلادلاین شد، میگم میگفتم دیگه که چقدر اینا نسخه های ضعیفی هم بلادلاین جایی. حالا یه داستانی که پیش میاد، آیا قراره بیگ داگ شه؟ یعنی این دوباره اون لباسی که یه علامت وسطش داشت، نمیدونم، بعید بدونم، ولی خب ما یه رومن کاملا فیس داریم، ولی این بار رومنی که فیس و ملت عاشقشن، همچین داستان. و آره منتظر مرور کل کریر رومن باشیم، یه چیزی که خیلی دارم سری زحمت میکشم و میخواستم یک پارتش کنم، ولی دیدم خیلی داره طولانی میشه و احتمالاً 3 پارتی ازش در بیاد، ببینیم که چی میشه. و از تلگرام بهتون گفتم که آقا توی ناشناس هر سوالی حرفی حدیثی بود بگی که راجبی صحبت کنی، و من یه عادت بدی دارم، این که نمیامد 2 روز قبل بگم، همون روزی که میخوام ضبط بکنم میگم. خب همچین داستانه هست. یک دوست عزیزی میگم ناشناس از من پرسیدی که هر شد چرا آنکل هودی برنگشت تو عربستان. ببین من نمیدونم و حقیقتا دیگه خودم خسته شدم سر QR کد که بس سری. جذابیت QR کد خب درست داستان فلسفی رو داره میگه، حالا اون ویدیوی QR کد اگه ندیدید ببینیدش که اصلا خفنه. خب داستان فلسفی میشه و یه سری کدهایی که آقا این کد معلومه که در فرانسه اتفاق نمیفته، یه سری کد میاد رسماً تاریخ تولد بودالانس که در کینگ آف دی رینگ اونجا هم نمیاد. داستان بیروایتی نبود، یه سری QR کدی بود با کدی که دیگه تو میرسیدی به اکستریم رولز و همه میدونستن که اون میاد. این یعنی کش دادن. حالا میتونه دلیلش دلیلش چه واقعا نمیدونم، ولی طبق کدایی که داده بود بعد این دوتا پیپر ویو یا پریمیوم لایو ایونت میومد و دیگه اینجور هم که دیدم تو QR کد دیگه پیگیری هم نمی کنم. حالا وقت اومد حالا اینکه
این فکشن طبیعتا میخواد کجا برسه، یه بحث طولانیه میتونه موفق بشه یا نه، یه بحث طولانیه. ولی باز هم میگم آنکل هودی باید سر تا پا صفر تا صد عوض بشه. اون آنکل هودی که دیدیم به عنوان یک شخصیت فرعی بود، الان دیگه شخصیت فرعی نیست، شده یه شخصیت اصلی و اون شخصیت، اون ظاهر به درد یه شخصیت اصلی نمیخوره. معلوم نیست چه اتفاقی قراره بیفته، ولی امیدوارم که یه تغییرات خیلی خوبی شکل بگیره برای آنکل هودی، چون اون جواب نمیده. و یه کامنتی من دیدم و سعی میکنم خلاصه شده باشه. بچه ها حقیقت اینه که من نمیخوام راجع به این چیزا صحبت بکنم، ولی الان 20 دقیقه راجع به صحبت، چون که یکی راجع به این چیزا صحبت میکنه میشه آدم بده، چیزی که هست خب. و من سعی میکنم این تمام کسای دیگه یه جوری اکشن نشون ندم، ولی خب دیدم از اونجوری که برای من زیاد میفرستم و خب من پیگیرم، یعنی همه پیگیرن، همه میدونن تو کامنت چه اتفاق میفته خب. ولی دیگه اینجوری بودم که بابا لاوستب، چون یکی از این کامنت ها گفته بود حالا یه فلانی این اتفاق براش افتاده، یه چیزی تو کانالت بگو که اتفاق بزرگی در جامعه رسلینگ ایران افتاده. ببینید بچه ها، برای بار دوم دارم میگم، من فقط با این حرف ها خودم بعدی میکنم خب، ولی یه چیزی بهتون بگم، من اینو همیشه میگم، همیشه میگم، و تنها چیزی که از رد تو رسلینگ، اگر شما در طول این همه سال افتاده مورده مثلا یاد بگیرید، فقط یه چیزه، حواستون نسبت به دنیای اطرافتون باشه، دید وسیعتری نگاه کنید به اتفاقات، انقدر احساسی نگاه نکنید نسبت به اتفاقات، یه خورده منطقی تر، یه خورده دور از تعصب. این هدف کل تان رپ تو رسلینگ، حالا درسته در قالب رپ تو رسلینگ خب. من دیگه یه چیزایی میبینم و میگم وای، من دیگه یک کسی که خیلی الان معروفه به عنوان گزارشگر فارسی توی ایران، مثل این که یه سری اتفاقات و داستانها براش افتاده، امروز نوشته نمبالشی دارم میگردم، من از حرفی که مطمئن نیستم راجبی صحبت نمی کنم، یه چیزی میدونم. انقدر راحت گولی نخورید، من نمیدونم چرا انقدر ما مردم احساسی هست در طول تاریخ و این در ابعاد مختلف، یه جوی بدم چوبشو قاردیم خب، چون احساساتمون غالب بر افکار و منطق ما میشه. و بدبختی اینه که من این حرفو میزنم با این که دارم کنترل میکنم که خیلی صحبت نکنم، چیز خیلی مهمی هم نیست، شاید برای من خیلی رو اعصاب باشه. دنیا متاسفانه جوری که اینجوری نیست من بگم و جهان متحول بشه، یه هزار نفر شاید تعداد کمی هم تا اینجا ببینن، ولی یه چیزی رو همیشه بدونید و درست ببینید، فکر بکنید. برای من عجیبه، من واقعا ناراحت میشم که یک شخصی بهش، خودشون بهش لقب پیش روی رسلینگ ایران و مرد شماره یکی، من درک میکنم یکی که مثلا ببینیم یا تو حسود و فلان، و واقعا باید نمیدونم اصلا چی بگیرم، انقدر این موضوع برای من خنده داره که باید توضیحش بدم، باید گریه کرد به حال کامیونیتی که همچین شخصی میخواد بشه سبکاندار کامیونیتی فارسی. من واقعا متاسفم، کسی که از بعد گزارشی هیچی نداره، نه صدای استاندارد داره، نه کوالیتی استاندارد، هیچی نداره. برادر من اگر تویی که داری طرفدارش، یک بار منطقی به حرف من فکر کن، اون احساسات تو بذار کنار،
هیچ چیز این آدم استاندارد نبوده تو گزار، هیچی. ما اینا رو میگیم اوکی، یه سری دوست داشتم، خب کاملا اوکی هم اوکی. ولی من یه چیزهایی میبینم که اصلا میگم مگه میشه و برای من عجیبه و چیجوری ملت باور میکنن و اینا داره تأثیر میذاره. بابا همین سبک گزارش ایشون تأثیر داره میذاره رو گزارشگرای آینده. من چند تا جدید دیدم که اونا هم دارن همون سبکی گزار. آقا این اشتباه، شما دیگه نباید اون راه برید. در باز زمانی که ما هیچ گزارشگری توی ماهواره نداشتیم، ایشون یه اوی میاد پیدا میشه گزارش میکنه و ماهواره از قدیم بود، ایام دوران پدران ما. بخش زیادی از ملت کسی که تو رسلینگ‌فن هم نیستن میشنند ای داره کشیکش میده نگاه میکنم، بعد آروم آروم میشم مخاطبمون شبکه. خب یه چیزی که از قدیم از داستان هایبرت بوده در یک باز زمانی، جدا از این که هیچ گزارشگری نیست، این برنامه بسیار جمع میشه، هیچ جایی که پخش نمیکنه. از یه سالهایی که 5 تا شبکه کشیکش پخش میشه و یکی میاد و جریان سیبه، من همیشه مثالم اینه که تو هیچ سیب سالمی نیست، یه سیب گندیده میبینی مجبوری همونم بخوری دیگه، بعدا عادتت میشه به بچه چه سیب خوبی. یه کسی که نه استانداردی داشت اومد توی کار و خب ما آواره یه چیزی که مخاطب میاره، خب تو کاری قرار نیست بکنی، مخاطب میاره و شده آقای و صحبت من اینه و این برای من خنده داره. من یه چیزهایی میبینم و برای من سؤاله آقا تو چرا باور میکنی؟ من میگه آقا داستان گزارشش اوکی، چرا این آدم داره تبلیغ بتر میکنه؟ یک چیزی که همیشه برای من مهم بوده رپ تو رسلینگ، چه یوتیوبش چه کانالش، بدون کوچکترین تبلیغ اومده بود. یکی از چیزهایی که وقتی بهش فکر میکنم خوشحالم میکنه اینه که تلگرام رپتور رسلینگ 1200 تا، درسته 20K نیست ولی بدون کوچکترین تبلیغی شده 1200 تا و من از این بسیار خوشحالم. نه تبلیغ به کانالهای دیگه دادم که وای نود فلانی دخت فلانی من دیروزو بیا نگاه کن بیا تو رپتور، هیچی نرفتم از اسم این اون استفاده کردم کانال زدم او کانال فنالی کانال فلانی روی این اوسشید و بری اصلا یک اون تره اونم نیست، چون این سری معیار وجود داره برای من. این آدم ما به حال من یه سری ارتباطات دارم، من خیلی از کانالهای معروفی که شما توش عضوید و من میشناسم ارتباط دارم، کانال یوتیوب که خب خیلی زیاد، افراد مختلف، من چند تا گزارشگر میشناسم که اون آقا زیرا به اینا رو زده و اونا کامل کنار گذاشته شدن. چرا فلانی همون زیراب زده؟ بارها دیدم فلانی میاد داداشمون میگفتش که آقا برین این دوتا کانالی که کشیکش بدون گزارش میذاره همه تون برید زیر کامنتش انقدر بنویسید تا ما بتونیم اینجا هم گزارش کنیم. یعنی این یاغیگری نیست؟ این که من جدیداً این که دونیت زدم و اینجوری بودم که انقدر یه حس بدی، چرا؟ چون همین آقا انقدر گدایی کرده، انقدر خودشو زده به من مری، من فلانم، من فلونم. اچه ما هممون مشکل داریم، ما هممون داریم محتوی رایگان ارائه میدیم. من الان کانال منسون درمزایی دیگه نداره، خب و چیزی که رو مخ منه، حرف کلی من اینه، کسی که نه استعدادی داشت، اطلاعاتش اوکی، نه استعداد گزارشگری داشت، در یک باز زمانی اومده بالا اوکی، اصلا با همون گزارش ملت دوست دارن اوکی، و رسما داره به ملت دروغ میگه، رسما داره فریب میده و ملت اینو به عنوان شما رو یک کامیونیتی میره رو مخ من. من لینک دونیت شرمم میومد بذارم، چون این آقا کلا ذهنیت و نسبت به دونیت لینک حمایت مالی عوض کرده.
همه کانال های کشتی کج که دارن با جون و دل کار میکنن دارن رایگان کار میکنن. این همه کانالی که آرشیف فول دارن دارن رایگان کار میکنن. خود بچه های ما علی آپلودر که آرشیف داره میکنه همه چیز و رسمن داره رایگان کار میکنه. برد حسابی چی داری میگی به مخاطب که مخاطبم یه چیز شد به من ببین نه این داره رایگان همه داریم رایگان کار میکنیم. برد حسابی مشکل داریم. حالا تو اینو بیار توی پاپلیک دو تا هم بذار روش هی بگو هی بگو هی یو خود تغییری بکن. آی من فلانم آی من فلانم آی من بگید آقا دوست داری که اوکی ملت بدونن احساس راحتی داری اوکی بگو. ولی بشین با بتمک فرق میکنه لحنش و آدمی که تقل داره منطق داره میفهمه این لحن خود تغییره. من خیلی بدبخت بودم بیچارمه این مشکل داره. اگه بخوام منم بگم واقعا اینم بندزون بدبخته. بعدی داستان اینه که اصلا جاش نیست تو این حرفا رو بذاری. و نهایتش چی میشه؟ اینا پدفمنده او که تو ترحم بخری برای لینک دونیتت. دونیت چی؟ اگر کم بودی بود من فلانم مدام رایگان فلان بیسار یکی هم بهت توپید همین داستان رو همون مخاطب بهت بگن فلانی اومده از دوستانش در گپیشون که این آقا آره من تو رو حک کردم سایت تو حک کردم بیاد از بدبختی های طرف میگه طرف هم نگاه میکنه نه این اکانت هم حک کرده. خب مرد حسابی تو میگه اکانتت به شمارت بس نیست تو میزنی طرف رو میندازی بیرون میگه اینقدر راحته سایتی که به قول خودشون همه چیزش پاک میشه بعد از بازگشتش قالبش عوض میشه. خب واقعا تو نمیتونید بفهمی که این قالب سایت عوض شده و پریدن محتوای سایت بهانه‌ای بوده. ما نمیتونیم منکر خوبی‌هاش هم بشیم. بله سایتش بسیار کمک کننده بوده ولی اینا میشه فریب. وقتی تو میای 17 دقیقه برای من فرستادم و خب من چک کردم و برگام ریخت آی من آب رحم چرا اینا رو باید تو توضیح بدی؟ آدم عاقل میدونه چه داستانی هست پشت این. اینکه طرف خودش میاد آقا این داداشمون شماره یک کامنتی فارسی رفته من جای اون دارم صحبت میکنم سلام بچه من جای اینم سلطان فلانی فلان بعد اون زیر تگ امضاش اکانت خودشه و یه من فرستادم و دیدم واو. بعد اونایی که میگم نمیخوان بفهمن نه این اکانتش دستم. چرا با اکانتش دستش؟ کسی که نخواد بفهمه نمیفهمه. نمیشه واقعا نار نگفت و من میدونم که میشه آدم بده چون هیچ کی رادیو صحبت نمیکنه و همه کسایی که هم میشناسند میدونن اینا رو ولی صحبت نمیکنه. کاملا آگاهند چون وقتی تو توی یه داستان مثل چی میمونه این بازیگر هست جنگکاری همو میدونه این داستان همین دیگه خیلی خوب میدونه. اینکه تو نیتت اینه که صرفا فقط ترحم بخری برای نمیدونم عقده شخصی برای پول ولی گول نخورید. انقدر احساسی به این داستان نگاه نکنید که طرف خودشو بزنه به فلانی آقا من فلانی هم این رفته و خودش داره میمیسه این داره عمل میکنه. من حالا اگه عملی بوده امیدوارم سریع خوب بشه. ما هیچ وقت بعدی کسی رو نمیخواییم منکر خوبی هاش هم نمیشیم ولی این داستان هست دوستان. این داستان ها هست. من یه بار گفتم در حد خودم مخاطب آنچنانی هم ندارم کامنتی ما خودم ساختم چنگ و دندون. من حرفم رو از جانب خودم زدم که چه داستانی هست و وای به حال کامیونیتی ما که این میشه و ملت اینا رو نمیفهمن واقعا. یعنی همه جا حالا تو گپ من هی میگفتن آقا فلانی سایتش هک شده یکی داره میاد کل زندگیشو بعد اون طرفم اصلا کل زندگیشو توضیح میده و من اینجوری بودم واقعا شما نمیفهمید این اتفاقات
فیلم هندیه مگه؟ ناراحت کننده است واقعا، به شدت ناراحت کننده است. همچین کسایی که فقط قصدشون فریبه. من حرفمو زدم، حالا میدونم کسی با این حرفا متحول نمیشه، کسی نمیشه فن این داستانه هیچ وقت، کسی که احساسات بهش غالب شده توی جریانی هیچ وقت یه حوی متحول نمیشه. و آره، کسی که خودش میگه آقا من دارم میرم فلان و خودش برای خودش هشتگ میزنه، خودش برای خودش مارکت سازی میکنه. من مشکل داشته باشم خیلی عادی میگم آقا آره دمتون گرم، من حالا برمیگردم، نه اینکه خودت برای خودت هشتگ بزنی. آره این از این. انقدر داستان ها زیاد است که میشه تا صبح راجع به صحبت کرد، ولی این از این. ترجیح میدم آدم بده باشم، ولی چیزی بگم که احساس میکنم باید درست بشه. لایک و ساب و کامنت هم فراموشتون نشه و میبینمتون تا ویدیو بعدی که امیدوارم بالاخره ویدیوی کریر رومرویز باشه. میبینمتون تا ویدیو بعدی.